9 روز پس از قیام سراسری خوزستان، خامنه ای با اعتراف به رعشه 8 روزه از قیام به صحنه آمد. در این 8 روز اخیر یکی از نگرانی های ما مسئله خوزستان و مسئله آب. خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن. او که با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای ارکان نظامش لرزید، به صحنه آمد تا ضمن کنار کشیدن خودش بحران را سر آخوند شیاط خراب کند. باید رسیدگی می شد. اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام می گرفت، مسلم این وضعیت برای مردم پیش نمی آمد. با اوجگیری قیام، تلاش برای دربردن خامنه‌ای و هراس از نیروی برانداز به موضوع روز رسانه‌ها و بلندگوهای نظام تبدیل گردید. خوزستان از ولایت جدا نشده. طرح مقام معظم رهبری که اراده ایشون در استان خوزستان اگر تحقق کامل پیدا می‌کرد، ما خیلی از مشکلات استان رو الان نمی‌داشتیم. این خامنه‌ای خونخوار فقط می‌خواد جوانان ما را به کام مرگ بکشونه. دیگه هیچ کاری بلد نیست. خامنه ای و رئیسی جلاد بزرگان، بزرگترین جلادان عصر بدونن و هیچ شکی نداشته باشن که جواب آتش آتشه و جواب گلوله هم گلوله خواهد بود. خامنه ای در وحشت از خشم و آتش نیروی برانداز گفت: دشمن از هر چیز کوچکی میخواد استفاده کنه علیه کشور، علیه جمهوری اسلامی. مراقب باشن دشمن سوء استفاده ای نکنه. اونا هنوز برای ایران اسلامی برنامه ریزی میکنن، هنوز برای خوزستان دارن این روزا برنامه ریزی میکنن. همین منافقین، اینا همچنان روی پا هستند. حتی امروز تو اهواز رد پای اینا، تو خوزستان رد پای اینها هست که دارن اختشاش ایجاد میکنن. به فرمان برادر مسعود، فرمانده کل ما شورشی ها، از مردم خوزستان حمایت میکنیم. بستن جاده مسجد سلیمان توسط کانون شورشی. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی، درود بر رجوی، مرگ بر خامنه ای.